سلام عید برتان تبریک میگم مرج باشی خوش و خوشحال و خندان باشین ای چی میگونی که در روزه عید رفتم فکسی کمپانی در دکان بادام و پسته و نقل و جلغوزه و یاد بین خود می تو که استاده شدم دیگه بادام سر نخود صدا میکنه او پوک که تی رنگ زردت قواری تسای که بادام با نخود هم یادر سرخ گشت سفید گشت پس زرد گشت سر بادام صدا کرد گفت یک پوگری نکو یا قپوگری نکو اگه از برکت ماست که تو فروخته میشی کلی مردم غریب است اقتصادش خراب است کلی کشمش نخود میخره تو را کسی سیلام نمیکنه گو برو ما در خانه وزیرا و وکیلا هستم پسته زو صدا که تو کشمش تو هم بسیار خدا پیتی پیتی نکو که به خدا خراب میشی از پیش ما خو گم که بادام و پسته و نخود و کشمش غال مغال داشتن خو بالاخره نخود و کشمش برنده شدن خاطر چی؟ که ما و شما غریب و غربه زیاد داریم نخود و کشمش میخورن ای بادام و ای پسته پوک دانواز او نخوته که کج پلیچ او منپلی بی سر و بی لای یا کلگیشان تعجب ماندن خاطر ازی که کسی ماش نگرفته کسی پول نداره از کسی را اقتصادش خراب است امو نخوته که اونمو کشمشک اونمو دسترخان غریب و امو تو فکس کمپانی قربانتان سلامت باشین دلتان که تشویق میکنین یا نمیکنین؟ نه تشویق زنده باشین قاسم جان آب جان تنها نمونم اینجا اول خو شما خوش باشین زنده باشین شما میمیج هستین نه؟ اگر اجازه تون باشه ما هم هستیم بفرمایید شما مرحمت بفرمایید بشینین چون اونقدر داشتن هم عادت ندارین قربانتان سلامت باشین من به نوبه خود ایده تبریک میگم بر تمام بینده عزیز و تشکر از اجرای عابد جان واقعا اجرای زیبا داشت ما میگم من میگم ما بگویمش که قاسم جان اگه به چون شما زیاد هستی ما تنها چوکی از دراز بفرمایید قاسم جان خفه خونه میشین نه خواهش میکنم خدا خفه بسازید ما میگید مبارکی میکنم با دوستای عزیز آرزو میکنم جور صحت سلامت باشین عید شما مبارک و ما و عابد جان یک تیم میشیم یک مسابقه که بسیار جالب داریم ببینیم کی برنده میشه روشن جان آمادگی تا بگی اینا دوستا من میخیزم میرم شما هم آمادگی تانو بگیریم قاسم جان خوش آمدین السلام علیکم و سلام تبریک شما سلامت باشین بخیر باشین خوب و سلامت باشین و نام خدا لباست سر زیبا زنده باشین خو عید است دیگه عید است خو روشن جان فکر میکنم که یک قسم ما را چلنج داده تو پیشانی تا ترش ترش میگیری و خدا نشانک میتی امین شانک بود تو من دستت چی میایا؟ ای بسیار دور استی اگر نمیفهمی که من دست تک ذره الاستم نی؟ این حال با زبانت پنجه کو بگو اینه میره مطلب ما امینه میست که با زبان اول گفته باشیم خفگی در بین نباشه و سر هیچ کسم نخوره کور عرص و خاط رفت دوستای عزیز کور خو میفهمین که از ما بلکل در فرهنگ ما از کورگویی و خصوصا مردم غزنی بسیار خوب کور میگن میبینیم که کی خوب کاور میگه و چهار نفر و ما دو نفر ما به جان کاورگوی بسیار قوی هستیم به خود افتخار میکنیم مثل شما و کاورگویا شش تا مزدورکار داریم این حالا خوب شد بس جان سخی می خودت هم کاور یاد داری یا نی؟ والا ما خوب هستم روشن جان قدر جاتم نیخو من تا یک 90% خوب هستم 90%؟ خیلی یک دون از کاور خودت شروع میکنیم امینا را یک بگیل کنیم چلنج دادم آره بچه شما هم از او گشنای هستین هم از او گشنای هستین که تو فخیال پنجی میکنین برا شما از او گشنای هستین از او گشنای هستین که در خانه تان یک دانه چاکلیت گم شد و خانه تکانی میکنین شما از او لوده هستی از او لوده که تشناب از بوی پیدا میکنین شما از او قیچا از او قیچا هستین که تشناب از بوی پیدا میکنین شما لوده گیش تعلق نداره این لوده بباشه تو با بوی پیدا میکنین شما از او مایزوفا هستین که دست الفاظ زدن سرتون خون گیری میکنه شما از او موشا هستین که مرگ موشا میخورین میگین کدام دمه تابلت که داده شما از او چرکوردار هستی از او میکروب هستی که غسل میکنی یک قدر چرک از پشتانوس میشه که مردم فکر میکنه که زیر پیرانی تانه کشیدین تو از او قد پخشا هستی آفت جان که یخن قاسمی بوشی از نخن نافت معلوم بشه
تو از او قلمایی است یا از او قلمایی که در هر جیبانه می قیم میکنی؟ تو از او بدرنگ است که تو را جن ببینه میگه بسم الله. تو از او بدرنگ بیرنگی هستی که بیادر قند ما هر انسان ببیند کلمه خود سر خود میخانه. تو از او عسکرهای بیعتبار هستی که قماندان در شاجور سلایت بامیه پرو میکنن. تو از او عسکرهای هستی که هر دفعه لمبر پیری چوه که توفنگچه پایتا میزنی. تو از او موترهای کونه هستی که در سلانسرت گنجش خانه کده. تو از او گشنچشمه هستی از او گشنچشمه هستی که قاب میبینی خیال پتاسه میکنیش. خب تو از او موی سفیده هستی که از او موی سفیده ضعیف هستی که در بغل کشی نافت میره. تو از او آوازخانه هستی که برای استاد توهین میکنی. تو از او موی سفیده ضعیف هستی که لونگی دی سرت خون گیره میکنه. تو از او لاغرهایی هستی که از نکتایی برای چهار جور پرنتنبان جور میکنی. تو از او آدم های دستکشال هستی که از جوی خیزی دستایت کرگیری مفتن. تو از او کوسایی هستی از او کوسایی هستی که بسیار بشوق میری بر سلمان میشینی که بسیاریش مرا خواهی قف دی. تو از او موی سر رفتگی هستی که وقت روی تا میخوای تا وجه موی برامدگی بوشی تا نصف کلی تر میکنی. تو از او قدپخشای هستی موزه که میپوشی سرت پای بوی میتن. تو از امون نخدای ارزان هستی که هر سال دم یک قاب هستی. تو از اوش کمباوی هستی از اوش کمباوی هست که ارمان در دلت مانده که قف پایت نوک یک پنجه تا ببینی. هم قف پایت هایی. تو از او قد درازای هستی نو که تولد میشیدی در شفاخانه گفت بچه هست یا دختر گفت هنوز ادامه دارن. تو از امو آدمو هستی که وقتی در شفاخانه تولد شدی پدرت از نرس پرسان که چی گفت شد نرس گفت اگه والا از امو چیزی که میترسیدیم امو شد. باست از یادگان بگویم. من گفتم بگویم. باست از یادگان بگویم. نه باست از یادگان بگویم. خب دوستا بس همینجا که موسیقی شیشتر چیز از بانه که از یام لذت ببرین تا کار بگویم سر کس سر قد بلند سر قد پش خورده باشه از ما ببخشین. این کور است رسم و رواج کور میره قم است که در طرف غزنی زیادتر رواج داره و خدا کنه سر کس بد نخوره که بعض وقتا قد بلندار هم میگن تو از همون قد بلندار هستی که ایواز دروازه با ما تک تک میکنیم. یا گاهنگ میشنویم. به اجازه تان من تا با لایف نخوندیم اما میخواییم برتان لایف اجرا کنم. میشنویم لایف شما. جای سیار جان خالی امشب. خدا کنه بخیر گذشته باشه. سیار جان اخو میفهمی که خانه وضعیت خوب نیست. بیا خیلی باشه. روزه اید است میریم یا گاهنگه که بسیار مزدار و قشنگه از نبی جان روشن میشنویم. گفتم که خوب میشه از بد بدتر شد جنجال به حساب است رای دادم که کمه بیغم بشینم در شهر انفجار است غم دنیا به جانم زیادتر شد جنجال به حساب است دولت پر فساد است مفسدین زیاد است دولت پر فساد است میشیشتیم دولت پر فساد است بی سلا و راکی تو بم میشیشتیم بنجال پر حساب است چی شدو دولت که پرسان میکرد دولت پر فساد است از ما پرسان میشد گرجم میشیشتیم جنجال به حساب است دولت پر فساد است دولت پر فساد است آل روز مردم در فغان و داد است آل روز مردم در فغان و داد است آل روز مردم در فغان و داد است آل روز مردم
در فغان و دار است. زنده باشین، خواهش میکنم. باشه ما بگیم زنده باشین. زنده باشین. که انجری چی بود؟ انجری خود تشویق میکنه. آه، از او کسایی است که خدا خودش تشویق میکنه. دوستای عزیز، آهنگ نبی جان روشن شنیدیم. میریم. خب دوستان، میریم در یک وقفه کوتاه، زود برمیگردیم. منتظر باشین. خب دوستای عزیز، بازم خوش آمدین. عید شما مبارک. و یک داستان براتون میگم. از پایین بگویم، از بالا بگویم، گمش کم از موبایل میگم. میگم بدبختی آدم از جای شروع میشه که تولد میشه. یکی از بدبختی های معمی بود، من که تولد شدم این تو قبرگاه می تو پیش برآمدگی تولد شدم. خب از وقتی که از خوشتکی تا بال کلان شدم، یکقدر دو دشنا آمدیدم. یکی میگفت قاسم قبرغبور، یکی میگفت قاسم کبوکوب. خلاصه بیخیم از منطقه کوچ کردم، آمدم در منطقه دیگه. در منطقه دیگه آمدم، پدرم گفت تو بچه، گفت برو دیگ بخار یک دانه بخر که صبح قرما را از گوشت های قربانی جمع میشه. ما هم بر آمدم پشت دیگ بخار، در سر کوچه رسیدم، بازار را نابلد بودم دیگه. رقمی گگ را میرم، همین تو قبرغیم برست، همین رقمی گگ را میرم که یک دفعه دیدم که در سر کوچه یک نفر از 6 سال است فیروفایت کار کرده. او کم طرف ما دید، گفته نه در این منطقه شوی شار ما بودم، می آمده قبرغی خود بر میکنه. خبر نه که ما خدای قبرغی بر کرده گیست. کم آمد تا کم سنیم سایی کرد، یک و دو گفتم کم زد قد بکس در بینیم، بینیم پام بود، بیخی پام گشت. دویده آمدم طرف خانه، خانه کم آقایم دید، گفته باشه مردم دیگ بخار در دست خود میاره، تو دوینی داوردی؟ تو ما آقایی دیگ بخار نیست، بینیم پام گشته. خب گفت دیگ بخار نامده؟ گفتم نه، تو کشفش خراب شد. گفت خیلی چی میکنی؟ گفتم ما میخوایم که قصاب شم، در روی کوچه صبح قربان است، هر کس گاو گوسپند میاره یک قصابی کو پیسه‌ش بگی. گفت خیلی برو یک دانه گاو اول خودت بخر که مردم باور کنه تو قصاب هستی. رفتم لالا یک دانه گاو خریدم. از پایین بگویم، از بالا بگویم، گمش کم از موبایل میگم. همی گاو سر تخت بام منزل سه استاد کردم که صبح بیادن اینه ما قصاب هستم، در حال که ایت قصاب نیست. گاو در منزل سه استاد کردم، شب خواب میکنم، صبح میخزم که جای هست و جولا نه. سعی میکنم گاو جای هست و گاو نه. و خطا شد می طرف بیده و طرف بیده و آقای مگیریان که گاو بگو بشده. ولی چطور کنم؟ از آخر بگویم، از موبایل برو، از بین بگو. خب از بین بگویم، از بالا بگویم، گمش کنم از موبایل میگم. گفته آفز جان، گفتی تو گریان نکو، برو پیش آمد عوضه بگو گویم گم شده. گفتم چی بگویم؟ گفت برو پیش آمد عوضه بگو شو تاریک بود، ستاره ها بلقص میکرد، سگا غفص میکرد، همی دوست دستر دیوال آمد گویم را برد. گفتم سعیز. رفتم بیادر روز امید و قربان پیش آمد عوضه از این طرف از این طرف خوب الاخره ای را پیدا کردم. رفتم گفتم عمر صاحب. گفت بگو چی مشکل داشت؟ گفتم شو تاریک بود، ستاره ها غفص میکرد، سگا بلقص میکرد، همی دوست از سر گاو آمد تمام دیوالای مرا برد. یک کمک که ورخطا شده بودم. خب دوستا، آرزو میکنم خوش شما آمده باشه. واله آب جانم پاره هست. خوش شما آمده، میرمان بشینم. من میشینم. در استندآپ کمدی خب بد نبودی، اما اگه در خنده بازار شبکه خنده اشتراک کنی، اولین نمره کم از آبت جان میگیرد. تشکر بازم. زنده باشین. در استندآپ کمدی خوب بودی، در شعر چطور هستی؟ در شعر، به شعرم خوب هستم. من عابد جان از خیلی وقت است میشناسم. خب و اولین کسایی که در برنامه خنده بازار اشتراک کردیم ما و امینا بودیم که اول دوم شدیم. آخین. و عابد از همون وقت میفهم که شعرها را خوب تعبیر میکنه، حتی در مغز شاعر میدره که چرا این شعر نوشته کرده. خیلی نال روشن جان، اجازت باشه من یک شعر میگم که امی یک تعبیر کنم. مهربانی ها چه کیف میکند، عشوه بازی ها چه کیف میکند. بله، اینجا شاعر کدام فیلم امریکایی دیده که از کیف لذت میبرد؟ شاعر بسیار لوده است. من ککو گردم دو چشمت گل پسر، بچه بازی ها چه کیف میکند. اینجا شاعر خوار و مادر نداره، بر بچه مردم بد فیلم میکند. از خود برادر ندارد، بچه مردم را با شکل دختر میبیند، با شکل دختر میبیند، با شکل دختر میبیند. خب یک شعر سیاسی میگم. چون پشه ام و چنگ یک عنکبود کور و پیر، چون بره ام به دهن گرگانی که محترم شدن. اینجا شاعر خواسته که حیوان شود.
شاعر خیال حیوانات را دید که در حیوانات زندگی کنم و حیوان باشم چه لذت خاصی دارد. شاعر ما از طرف شاعر معذرت میخوایم. شاعر این شاعر که از این برای انسانیت توهین کرده انسان را بز گفتی چی گفتی؟ عنکبوت. ای بد پدرت رحمت است تو شاعر بیمانا. من شاعر نیستم. یک دانه مام میگم میرم تعبیر کنن. خب من از چشمان خود آموختم رسم رفاقت را که هر عضو بدر داید بجایش دیده میگرید. اینجا شاعر در عشق و محبت غرق شده. به به. چشم گو را در چشم یار خود میبیند. چشم گفتی؟ آه چشم بود، نه گاو بود، نه هرس بود. تشکر بازم عابد جان از خودت، از تعبیرهایی که در شعر انجام دادی و خدا کنه شاعر از شعرها خفه نشه. اونایی که در قید حیات هستن خفه نشن، اونایی که از دنیا رفتن اگه شعرها از اونا بوده باشه اونا هم ارواحشان ناشاد نباشه. از خودت چشم بود؟ بعضی شاعرها بسیار خوب شعر میگن و بعضی شاعرهای ما که مثلا خود را مقایسه با حیوان میکنن اونا خودشان معنای شعر خود میفهمن و این خیال شاعر بود و خیال شاعر دیگه شعر یک شاعر دیگه را یکان شعر دیگه که باشه بگویم شاید هیچ خیال نتانین یک شعر دیگه بگو روشن من میگم که رقم شعر بگوی خیال نی که مو شعر بازم جنس شبرد میگم ای چشم تو چشم چشم عالم را چشم من چشم چو چشمی تو ندیدم با چشم چشمم زمیان چشم چشمی تو گزید این چشم چه چشمی است ای وای چه چشم. دوستای عزیز اینجا شاعر قرمه چشم دلش شده و ای که چشما را چشم چشم و چشم یاد می کند هر چشم خلاصه ازم کلا پایچه فقط چشم می خوره از این بسته گاو و گساله یک چشم می خوره و چشم می بینه چشمش صرف چشم میبینه نه دیگه چیز را. خب دوستا حال میریم طرف یک وقفه، بعد از وقفه آهنگم داریم یک اجرای خوب ناب دیگه هم در برنامه همچنان هست. باز هم خوش آمدین به ادامه برنامه و عیدتان همچنان مبارک باشه. برنامه ما هم ادامه داره و در آخر هم میخواییم نصیر جان سخی بر ما آهنگ خودشه که ما یک جای بخونه. روشن جان یک گپ دیگه جان، امی چقدر وقت ما و شما هم سایه بودیم نیام یا همین جال خمسایه بودیم آمیال. هم سایه هستیم آم. شما اوج هستین و ما ایجه چیز که روز عید است و بیم خانه شما و پالوی شما و عید مبارکی کنیم و باچه بسیار خوب داغ دمی پیاله ناشکن برات یک گلاس چای سبز تیز برات میتم. مام قبول میکنمش اگر چای زعفراندار باشه کیف میکنه. بیا هر کس با موسط توان خود برات سلام میزنه. خب پس مام گلاس های خود میبریم اونجا چای امرای روشن جان یک جای نوش جان میکنیم. دوست عزیز و علاقمنده برنامه ملی اید میریم امرای روشن جان و امو آهنگ نصیر جان سخی است. نصیر جان سخی را میشنوید. روشن جان کدام آهنگ ما بخونم برتون؟ امو آهنگ خودتان نصیر جان سخی، ام پیاله ناشکن. پیاله ناشکن و همچنان تشکر از شما که آمدین زنده ما را یاری کردین در قسمت ثبت آهنگ و خواندن آهنگ اینا موسیقی اقلا همکاری کردین و بابینده عزیزم پیش از شروع آهنگ خداحافظی میکنیم در آخر آهنگ دیگه اونو چدکا میهای بخیر یکید خوش داشته باشین یکید بسیار مزدار با فامیلتان با دوستتان با رفیقتان عید مبارکی هم میکنیم عید مبارکی میکنیم خیلی هست آه بازم عیدتان مبارک عیدتان برتان تبریک میگیم زنده باشین ما بنابه خود بازم یک بار دیگر تشکری میکنم از نبی جان از آبی جان عزیز از قاسم جان عزیز و عید از صمیم قلب بازم برتان تبریک میگم دوستای عزیز خدا کنه که هر جای هستین خوب سرحال باشین عید قربان به خوشی و خوبی سپاری بکنین زنده باشین. خب دوستای عزیز میرم آهنگ میشنویم و میبینیم با امی آهنگ شما را هم به خداوند یک تا میسپاریم تا عید دیگر الله نگهدار. رفتیم در پیاله ناشکن کشیده چایم چشمک میزنه دخترک همسایه چشمک میزنه بنو که بم چشمک زد و گردن زد و جون سایه گره ما را عوض دختر همسایه گره همسایه بلا دختر
زیبا میشم از خاطر عاشقی خدایا چی کنم از دست سنم نمو